وقت از چوک دهمزنگ به طرف قصر دالمان حرکت کنیم، از فاصله تقریباً 6 کیلومتری و در هوای پاک قصر دارالامان به خوبی پیداست و هر قدر به قصر دارالامان نزدیک شویم، قصر زیبایی در دامنه تپه تاجبیگ جلب توجه می کند. در تپه تاجبیگ آثار از بناهای تاریخی مربوط به دوران شاهان کابل نیز وجود داشته است که با حمله چنگیز خان به کلی از بین رفت و در دوران تیموریان دوباره از نو ساخته و بعدها دوباره ویران شد. در سال 1795 و در زمان شاه زمان، فرزند تیمورشاه دورانی قصر در 3 منزل و بیشتر از 70 اتاق بر روی ویرانه‌های قبلی ساخته شد که بر اثر گذر زمان و جنگ‌ها ویران شد. در سال 1922 در زمان سلطنت شاه امان الله خان، این قصر به نام قصر تاجبیگ و توسط انجینیران جرمنی و به سبک قصرهای شاهزاده های جرمنی ساخته شد که شاه امان الله و همسرش ملک ثریا در این قصر اقامت گزیدند و به همین خاطر این قصر به نام قصر ملکه هم یاد می شود. قصر دارالامان، پل آرتن و لیسه امانی نیز توسط انجینیران جرمنی در همین دوران ساخته شده است. در زمان حکمت داوود خان از این قصر به عنوان مرکز قماندانی نیروهای مرکز استفاده می شد و بعد از انقلاب هفت ثور نیز به مرکز وزارت دفاع مبدل شد. قصر تاجبیگ گذشته از پیشینه تاریخی خود به خاطر رویداد تراژدی دیگر نیز شهرت یافت. در سال 1358 هجری شمسی بعد از به قدرت رسیدن حفیظ الله امین و قتل نور محمد ترکی، او به عنوان دبیر کل حزب دموکراتیک خلق و رئیس شورای انقلاب و ریاست دولت به حاکمیت مطلق دست یافت. او به خاطر در امان بودن از حملات احتمالی مخالفان به همراه فامیل خود به قصر تاجبیگ نقل مکان نمود. امین به خاطر استحکام پایه‌های قدرت خود شروع به سرکوب مخالفان نمود. دیری نپایید که وحشت و دهشت به اوج خود رسید و حکومت نوپای او نیز در سراشیبی سقوط قرار گرفت. در روزهای آخر حکومت امین، روزها به این نتیجه رسیدن که با نگه داشتن امین در قدرت، خیزش مردم و مقاومت مهار نخواهد شد. بر همین اساس، تصمیم به اعزام نیرو به افغانستان و جایگزینی ببرک کارمل به جای او نمودند. امین
در ششم جدی سال 1358 عفیزالله امین و چند تن از اعضای کابینه او که در قصر تاجبیگ حضور داشتند توسط آشپز روس او مسموم شدند. در این زمان تیاره‌های نظامی روسی همچنان در حال فرود در پایگاه‌های نظامی کابل بودند. حفیظ‌الله امین بعد از مسمومیت و بیهوشی توسط دکتران روسی که از شفاخانه 400 بستر برای تداوی او آورده شده بودند به هوش آمد و نقشه حمله به قصر توسط نیروهای ویژه روس با تغییرات روبرو شده و آنها ساعت 7 شام حمله خود را آغاز کردند. نبرد سختی بین طرفین صورت گرفت، ولی بعد از اتمام مهمات محافظین ریاست جمهوری، نیروهای ویژه روس به همراه نیروهای استخبارات شوروی وارد قصر شده و شروع به از بین بردن ساکنین قصر نمودند. حفیظ‌الله امین و پسر خردسالش در این درگیری جان باختند و شبانه جسد او در قبرستان نزدیک قصر بدون نام و نشانه به خاک سپرده شد. و باقی اعضای فامیل امین شبانه به زندان پلیچرخی انتقال یافت. بعد از این عملیات قصر تاجبیگ به مدت 9 سال و پایگاه نظامی نیروهای روس مبدل شد. بعد از خروج قوای روس از افغانستان و شروع جنگ‌های داخلی، قصر تاجبیگ نیز که در فاصله تقریباً 2 کیلومتری از قصر دارالامان موقعیت دارد، به خط مقدم گروه‌های درگیر تبدیل شده و از آسیب‌های جنگ در امان نماند و به مکان متروکه و ویرانه تبدیل شد. ماجرای جان باختن حفیظ‌الله امین و ورود قوای روس به افغانستان به نام این قصر در هم آمیخته و به وحشت این قصر ویران افزوده و یادآور شروع جنگ ها و مصیبت های بعدی برای مردم افغانستان شد. این قصر در سال 1397 هجری شمسی با هزینه دولت وقت افغانستان به همراه قصر دارالامان بازسازی و اعمار شد.